یکی از سوالایی که دوستان زیاد میپرسن اینه که کلا بازار کار رشته من تو کانادا چجوریه؟ اصلا کار هست، کار نیست، حقوقش چقدره؟ واسه جواب دادن به همه این سوالها بهتر که بریم سراغ سایت جاب بانک. به این منابع زیادی وجود داره ولی به نظر من بهترین منبع همون جاب بانکه. شما کافی که جاب بانک کانادا رو سرچ بکنید، گوگلش بکنید، خب میاد توی سایتی که میاد اون بالا. حالا منوهای زیادی داره، حالا کاری به همشون نداریم، ما با قسمت ترند کار داریم که در نشون میده که هر شغلی چقدر حقوق داره و حالا آینده شغلی چجوریه. حالا اصلا تو قسمت جاب سرچ میتونید در واقع پوزیشن های کاری مختلف رو سرچ بکنید و مخصوصا کسایی که دنبال جاب آفرن، خب این خیلی به دردشون میخوره. تو قسمت ترند یه قسمت داره به اسم ویجز که در واقع حقوق ساعتی رو نشون میده واسه هر رشته ای، هر شغلی، و پراسپکت آیندهش رو نشون میده. خب حالا اگه ویجز رو فرضاً بریم، خب حالا من اینجا قبلا سرچ کردم فرضاً مهندسی بر، حالا میتونید شما هر رشته‌ای که دوست دارید رو فرضاً اینجا سرچ کنید. مثلا من میزنم مهندسی شیمی، فرضاً حالا میبینید که وقتی اینو زدم چیزهای مختلف اومد، کیمیکال انجینیر، اینو سرچ میکنیم. ببین اون بالای بالا کلا گفته که حقوق این شغل خاص توی کانادا چقدره، حداقلش، لوش، حد اکثرش های، و حالا اون میانه چقدره. بعد پایین تر گفته توی هر ایالتی چقدره این رو. فرضاً یه پایین تر گفته توی کبک حداقل حد اکثر درآمد این رشته چقدره، و بعد توی شهرهای مختلف کبک همین رو زده. این خوب میبینه خیلی اطلاعات جامعی رو در واقع در مورد اون رشته بهتون میده. فقط دقت کنید این چیزی ادایی که اینجا هست در واقع میزان حقوق بر حسب ساعت است، یعنی هر ساعت اینقدر دلار در واقع دلار کانادا بهتون حقوق میده. خب باز قسمت بعدی که هست پراسپکت، فرزنگ هم باز همون رشته رو من پراسپکتش رو بزنم، سرش رو میزنیم. تو قسمت پراسپکت نشون میده که کلا آینده شغلی چجوریه. اگر ستاره نداره، اینجوری که اینجا توضیح داده، این لیبل ها رو توضیح داده، گفته اگر ستاره نداره خب اینه که مشخص نشده. اگر تک ستاره است اینکه بازار کارش لیمیتد محدوده، دو ستاره است فره، اگر سه ستاره است که بازار کارش خیلی خوبه. خب اینو توی ایالت های مختلف می نویسه. فرضاً الان میبینه که این چند تا ایالت اول مثلا نیوفاندلند، پرنس ادوارد یا نوا اسکوشیا، اینا مشخص نیست بازار کارش چجوریه. ولی پایین تر بیم مثلا گفته نیو برانزویک بازار کارش خیلی خوبه، بازار کار مهندسی شیمی. یا باز میبینید که باز توی خود نیو برانزویک اومده توی شهرهای مختلف هم زده دوباره که بازار کارش چجوریه. یا فرضاً توی کبک گفته بازار کار مهندسی شیمی خوب نیست، باز توی شهرهای مختلف کبک همین پایین زده که بازار کارش چجوریه. و همینطور واسه اونتاریو هم مثلا گفته تو اونتاریو بازار کارش خوبه. پس کلا این سایت هر چیزی در مورد رشته یا شغلتون میخواید توی این سایت هست، چه مهارتهایی باید داشته باشم، چه رشته ای رو بخونم بهتره، همینا تو این هست. ولی دو تا اطلاعات اصلی گفتیم، اینه که میزان حقوق من چقدره و اینکه کلا آینده این شغل یا رشته چیه توی کانادا، که حتما باید به این نکات در واقع دقت بکنید.